یکی از روایاتی که از وجود مبارک صدیق کبرا سلام الله علیه نقل شده است این است که من اسعد الالله خالص عمله احبت الله علیه افضل مصلحته. اگر کسی خالصترین عمل خودش را به پیشگاه ذات اقدسی اله ببرد، خدای سبحان بهترین مصلحتی او را پیش او حابط و نازل می کند. این بالا ببرد یعنی چی؟ در اون آیه خدا فرمود اله یسعد الکلم الطیب، عقاید طیب، اراده های طیب، اعمال طیب به طرف خدا صعود می کند. آیه سوره حج از این آیه اله یسعد الکلم الطیب قوی تر و غنی تر است. در اون آیه فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن ینالها تقوی منکم، تقوای شما به خدا میرسد. این ینالو خیلی بالاتر از اون یسعدوست. یسعدو یعنی بالا میرود، ینالو یعنی میرسد. اما امتحان است که کی بالا میبرد، کی نائل میکند، کی واصل میکند. وصول اون به دست کیست؟ صعود این به دست کیست؟ عمل و اعتقاد و نیت که از جان ما جدا نیست. تقوا که جوهر جدایی از گوهر انسان نیست. اگر تقوا میرسد پس خود انسان میرسد. تا اینجا معلوم میشود که صعود بدون نفس ممکن نیست، نیل بدون نفس ممکن نیست. اما حالا کی نفس بالا میبره؟ این بیان نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نشون میده که خود انسان است که همه کارها به عهده اوست. خودش بالا میرود، خودش نائل میکند به پیشگاه الهی، خودش قلب مشروع را میبرد جا ربه و به قلب انسانی، خودش عمل را ساعد میکند. خب این خودش بالا می رود و تقدیم می کند. در تمام تعبیرات این است که ما این کار انجام بدیم قرب الله. خب خدا که نه زمانیست نه زمینی، کجاست که انسان به اون نزدیک بشود؟ به ما گفتن اعمال عبادی شما باید قربت الله باشه، او هم که جا نداره. پس شما هم باید به جایی برسید که جا نداره. اگر قربت الله که در تمام این ابعاد دین خودش نشون میده خوب بررسی بشه، همین بیان نورانی از صدیق کبرا در میاد سلام الله علیه، خود انسان بالا میره، خود انسان صعود داره، خود انسان نیل داره. شما هم باید به جایی برسید که جا نداره.